سال 97 بر افغانستان چطور گذشت سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ای سالی که در پایان آن هستیم برای افغانستان در یک سو ادامه نگرانی های امنیتی بود در سوی دیگر تلاش برای برقراری صلح دست کم با گروه اصلی شورشیان کشور یعنی طالبان گرچه در این مذاکرات حکومت افغانستان حضوری ندارد و آمریکا میگوید هنوز مذاکرات نتیجه نداده اما خود این اقدام قدمی مثبت رو به جلو ارزیابی شده طالبان امسال در یک آتشبس سه روزه برای نخستین بار اسلحه زمین گذاشتند و در شهرها با مردم عکس یادگاری گرفتند کشور در میانه دو انتخابات است و مثل هر کشور دیگری نگرانی های اقتصادی و اجتماعی هم دارد در آستانه سال نو با خبرنگارانمان نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای افغانستان در ماه‌های گذشته و آنچه که در سال آینده احتمالاً این کشور را تحت شعار قرار میدهد خبرنگارانمان علی حسینی از کابل و همینطور باز هم در کابل زمزمه نیازی با ما هستند و اینجا در استودیو زیا شهریار خبرنگار ما در وبسایت بی بی سی فارسی خوش آمد میگم به هر سه شما علی از شما شروع بکنیم در سالی که گذشت این خبری که شما پوشش خبری دادید به نظرتون چه بود خب به نظر مثل یکی از مهمترین خبرها در با افغانستان در سال 97 موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان بوده که این انتخابات بعد از سه سال تاخیر برگزار شد یعنی همان زمان برگزاریش با جنجال ها شروع شد و جنجال هایش تا کنون هم ادامه داره و به نظر می رسد تا یک روزهای آینده هم ادامه داشته باشه یکی از دلایل مهم در رابطه با انتخابات پارلمانی افغانستان می توان به اشاره کرد بحث نحوه برگزاری این انتخابات بود که همراه بود با بینظمیهای زیاد تقلب و مسائل دیگری که موجب شد در برخی موارد بازنگری بشه و همچنین این انتخابات پارلمانی سبب شد در کمیسیون های که برگزار میکنه انتخابات منظور منظورم کمیسیون بر مستقل انتخابات و همچنین کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی تغییرات گسترده ای ایجاد بشه و منجر بشه به تغییر و توشیه قانون جدید انتخابات افغانستان که نسبت به قانون قبلی دارای مزیت های بیشتری هست بر حال جار جنجال های انتخاباتی افغانستان در سال 97 بدون شک در سال 98 هم وجود خواهد داشت زمزمه به نظر شما ممتعی خبری که شما پوشش خبری دارید در کابل چه بود؟ به نظر ما ام 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 علی حسینی در مورد انتخابات افغانستان گفت موضوعات دیگی هم در افغانستان که مسائل سیاسی اقتصادی همچنان امنیتی بود که در قسمت امنیت اگر بیاییم صحبت کنیم که سال خونین پرچالش همچنان سال مرگ بارترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان بود برای اولین بار گزارش شد که این سال نسبت به سالهای گذشته حدود بیشتر از ده هزار غیر نظامی کشته و زخمی شدند و در پهلویش موضوعات دیگه امنیتی بود که نیروهای افغان و همچنان کمک کننده های خارجی به چالش کشاند او هم سقوط دوباره یکی از ولایت های افغانستان غزنی بود و همچنان بیشتر مناطق سقوط بیشتر مناطق ولایت فرا بود که یکی از چالش بزرگ برای نیروهای افغان بود که دوباره تانستان به دست بیاورند و همچنان یک موضوعی که بیشتر سرش بحث شد در مورد از بین بردن و ضعیف شدن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش بود که نیروهای ناتو و همچنان حکومت افغانستان اعلام کردند که اینا توانستند که ای گروه را در شرق افغانستان و همچنان در شمال افغانستان از بین ببره یا هم ضعیف سازند که ولی برعکس حملاتشان بیشتر در شهرها بیشتر شد که بیشتر طرف غرب و کابل حملات از طرف این گروه انجام شد و همچنان حکومت افغانستان فرماندهان امنیتی خود از دست دادن و جنرال رازق که چهره شناخته شده در قندهار بود و همچنان چهره زده طالبان بود در قندهار هدف گرفته شد همچنان ام نمائنده کډه به پارلمان کاندید بود عجبا را قهرمان و چری زده طالبان بود د هلمند کشته شد از جمله زیان هایی بود که به حکومت افغانستان وارد شد و همچنان حکومت افغانستان هم به مقابل به نیروهای مخالفش یا گروه های مخالفش که مسئول نظامی طالبان و همچنان والی هلمن برای طالبان بود در یکی از حملات حکومت افغانستان کشته شد و در کل اگر بگوییم که جبهه جنگ طالبان علیه حکومت حکومت افغانستان بیشتر شدت پیدا کرد و همچنان از حکومت افغانستان هم که حملات هوایی بیشتر شد همچنان بمباران بیشتر شد و در مناطق مختلف اینا گروه های شورشی یا ضد دولت نشانه گرفتن در پهلوی یزی این همه حکومت افغانستان قسم که شما در گپ هایتان گفتن یا در صحبت هایتان گفتن حکومت افغانستان توانست بر بار از سال 2001 آتش بس اینا با حکومت با طالبا اعلام کنند که سه روز اونها آمدن به شهرهای بزرگ افغانستان یا به مناطق افغانستان با مختلف افغانستان با نیروهای افغانستان با نیروهای امنیتی افغان عکس گرفتن و در ضمن گفتگوهای صلح که دهمی سال جان گرفت و بیشتر شد متشکرم زمزمه جان زیاد اشاره در واقع کلی کرد زمزمه به تمام اتفاقات مهمی که به خصوص در راستای امنیت و صلح در افغانستان بود سالی که گذشت میشه گفت که یک سال یگانه است در میزان اقدامات و تلاش هایی که برای صلح افغانستان در واقع صلح با طالبان اگر بخوایم جمع بندی بکنیم انجام شده چطور میبینی این مذاکرات رو چه اونهایی که حالا به رهبری آمریکاست چه اونهایی که طالبان با بقیه کشورها انجام داده امت که اشاره شد از نظر امنیتی یکی از خونین ترین سال ها بود ولی در کنارش از نظر تلاش ها برای دست یافتن به سلم یک سال تقریبا میشه گفت بی بود کاملا با توجه به اینکه بالاخره طالبا با آماده شدن روی میز مذاکره البته با آمریکا مستقیما بشینن و صحبت بکنن که از نظر بسیار از تحلیلگرا یک اقدام است که بالاخره یک راه حل باید یک, با یک نتیجه باید منجر شوه آغاز سال هم طور بود که رئیس جمهور اشرف غنی امسال سال در کنار جنگ گفته بود امسال سال جنگ و صلح هست در حقیقت یعنی هم جنگ تشدید میشه و از طرف دیگه ما هم تلاشای صلح تشدید میکنیم که در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود طرح جدید خود اعلام کرد گفت که هیچ نوع پیش شرط برای مذاکره با طالبان نداریم و بعدش هم او صحبت ها بالاخره منجر بری شد که یک آتش بس تقریبا نامحدود از طرف رئیس جمهور اعلام شد و بعدش هم طالبان تنها پذیرفتن که سه روز عید قربان در اید خط قبول کردن به آتش بس ولی چیزی که جالب شدی که در اواخر سال رئیس جمهور اشرف غنی از موقعیت یک کسی که طرفدار سال و با ایت عطش و با در حقیقت شور آغاز کرده بود به چیره تقریبا تبدیل شد که حالا ف... بعضی از تحلیلگرها و بسیاری فکر میکنن که به مانع صلح تبدیل شده به خاطر که آ... مذاکراتی که بین آمریکا و طالبان در قطر و در ابوظبی انجام شد و پنجمین دورش تقریبا چند هفته پیش آ... برگزار شد در این مذاکرات دولت حضور نداره بلد. و اشرف غنی عصبانی هست اشاره جالب که بذار راجع به همین صحبت بکنیم چون ظرف هفته های گذشته ما با هر کسی که به نوعی نماینده دولت افغانستان حساب می‌شد، توی برنامه همون که صحبت کردیم خیلی به نظر با اعتماد به نفس میگفتند که آمریکایی ها در این مذاکرات جوری مذاکره میکنن که ما رو در نظر دارن یعنی حکومت افغانستان در نظر دارن بدون صلاح دید حکومت افغانستان هم قولی نمیدند یعنی به نظر میاد که با ما خیلی یعنی با دو حکومت افغانستان میگفتن که خیلی در تماس هستند و لحظه به لحظه ما با هم چک میکنیم همه چیز رو ولی این اواخر به خصوص برای صحبت های آقای محب این اختلافی که بین آقای محب آقای خلیلزاد ایجاد شده و کلا به نظر میاد که چندان هم صاف و پاک نیست بین دولت افغانستان و دولت آمریکا تقریبا که شو کردین صحبت که مشاور امنیت ملی افغانستان در دا واشنگتن داشت و آقای خلیل زاده گفت که تلاش داره که دولت موقت ایجاد کنه و خودش آنچه که وایسرای ای دولت خواند در رأسش قرار بگیره و یکی در گذشته علایق داشته که رهبری افغانستان رو دست داشته باشه واضح و روشن بود که بیانگر عزیز که دولت افغانستان در جریان جزئیات این مذاکرات بین آمریکا و طالبان قرار نداره از منابعی که ما من صحبت کردیم رئیس جمهور اشرف غنی در خط از آقای ماهب خواسته بود که بره با واشنگتن و نگرانی و هراس را که دولت افغانستان و همچنین به مقامات دولتی مردم افغانستان دارن در اتباع به مذاکرات ای را بیان بکنه دولت اشرف غنی در موقعیت بسیار دشوار قرار گرفته خودش چند بار گفت که ما صلح میخواییم ولی صلح پایدار میخواییم صلح نمیخواییم که برای چند روز فقط امریکایی برای خود یک, سناریوی درست کنن و بعد برای از افغانستان و بعد بگذارن هرچی که اتفاق افتاد این یک نگرانی عمده است از طرف گروه های مدنی از طرف گروه های مدافع بشر از طرف زنا که آمریکایی‌ها و دولت آمریکا میخواه که جمع جور کنن نیروهای خود از افغانستان بیرون کنن بعدش برشون دیگه مهم نیست که در افغانستان چیه بسیار بچه که در کابل هستند از, از سوال در کابل راجع به این مذاکرات بپرسم علی مردم وقتی در کابل در مورد این مذاکرات صحبت میکنن من یادم هست که با فعالای مدنی که صحبت میکر، میکردیم علا نگرانی میگفتن که به هر حال ما هم بخشی از این مردم هستیم و من به صلح حالا حتی اگر که نگرانی هایی داریم من به این که آمریکا داره چی رو از ما میبخشه به طالبان برای اینکه این مذاکرات پیش بره تو می، چطور میبینی مردم در کابل در خیابان ها در کوچه ها چی میگن راجع به این مذاکرات میشه گفت که به احتمال خیلی زیاد هر خبرنگاری در کابل که با اقوامش نشست و برخواست داشته یا به هر جایی که جمعی بوده رفته مهمترین سوالی که ازش پرسه این بوده که چه خواهد شد میخوام بگم که به شدت و با دقت زیادی مردم این مذاکرات قطر را پیگیری میکنن به اینکه چند دور هم شد همین پنجمین دورش هم تقریبا 13 روز یا حالا به نه 17 روز ادامه داشته مردم به دقت نگاه میکنن در عین حال نگران هم هستند در افغانستان مردم های 17 18 ساله اخیر را دستاوردهایی میدانند که با برای این دستاوردها قربانی داده شده نیروهای امنیتی مردم جامعه مدنی خبرنگارها حالا این دستاوردها ارزشها قانون اساسی آزادی بیان حقوق زنان حقوق بشر اینها مواردی هست که مردم افغانستان نگاه جدی دارن در رابطه با اینکه اگر معامله با او صورت بگیره در این حال که میگفتن که میگن که باید صلح بیاید و صلح آمدنی هست به طور مثال اگر بگم زیادی هم راه افته مثلا یک هشتگی که بیشتر زنها به او استفاده میکنه از هشتگی است که زن‌های افغانستان به عقب بر نمیگردند دو سه هشتگی که ایجاد شده بعد از مذاکرات قطر بعد از مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان ایجاد شده در فضای مجازی که نشان دهنده نگرانی آنها از این مذاکرات هستند در این حال گفته باید بگم که در این حالی که میگن که این صلح باید بیاید اما صلحی به چه قیمتی این صلح نباید دستاوردها ارزش های ام. 18 سال گذشته 19 سال گذشته افغانستان قربانی کنه نباید حقوق زنان در مذاکرات پایمال بشن نادیده گرفته بشه حقوق جوانان ولی در مجموع واکنش حکومت افغانستان حالا به غیر از این دعوای اخیر بین آقای محب و آقای که حالا خیلی هم بالا گرفته به نظر حکومت افغانستان واقعا چه اهرم هایی داره برای فشار به آمریکا برای اینکه بتونه از آمریکا بخواد که دست کم اون که دولت افغانستان و حکومت افغانستان میخواد در این مذاکرات در شرط و شروط هاش لحاظ بکنه آیا اصلا اهرامی در دست داره؟ مهمترین چیزی که فعلا رئیس جمهورم هم بهش تحکید داره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در جولای پیش بینی شده که برگزار می شود تابستان امسال در تابستان امسال همچنان تاکید داره که این انتخابات برگزار شود زلمه خلیزاد نماینده آمریکا میگه که این تاریخ انتخابات یک ضرب الاجل است که باید آمریکا و طالبا و بالاخره دولت افغانستان به یک توافق برسند چیز بیشتر از این به نظر نمیرسه که دولت افغانستان در اختیار داشته باشه با توجه به امو طرف هایی که دخیل هستند که آمریکا از طالبا است کشورهای منطقه هستند گروه سیاسی مخالف دولت, آقای, دولت آقای غنی و خود دولت وحدت ملی بر رهبری آقای غنی و دکتر عبدالله که حتی آقای عبدالله فاصله خود با قضیه نگاه کرده از آمریکا انتقاد نکرده است حتی از, هر... از, آقای محب, بن... از آقای انتقاد آقای محب, انتقاد محب به انتقاد کرده محب به انتقاد کرده و به نظر می که رئیس جمهور بیشتر از هر زمان دیگه تنها از در این قضیه رابطه که آمریکا طالبا با روسیه با... تامین کردن برگزاری کنفرانس مسکو و دعوت گروه های مخالف سیاسی در مسکو مثل آقای کرزای آقای خانی و اینا که دونجه. اشتراک داشتن و رابطه طالبان با پاکستان رابطه آمریکا امریکا با پاکستان با توجه به این مسائل چیزی که دیده میشه ایست که در یک مقطع آقای غنی مجبور خواهد شد بالاخره یک نوع سازش و یک نوع امتیاز را باید قبول کند اگر روان به همین شکل پیش بره و امریکایا و طالبان بیشتر از پیش به یک توافق نزدیکتر شوند که از نشانه های دیده میشه خیلی هم نزدیک شدن و آقای ترامپ هم بشدت به شدت علاقمند است که نیروهایش با یک راه دلسته. خروج پیدا اصلا دلیل بکنشن. این مذاکرات همین است که آقای ترامپ بخواد هر چش سریتر سریعتر نیروهاش رو خارج بکنه علی کمی در مورد اون در واقع نگاهی که گروه های سیاسی مختلف در داخل افغانستان دارند به این مذاکرات هم صحبت بکنیم در مذاکرات مسکو تقریبا همه بودند به جز نماینده ای از دولت افغانستان خیلی ها بودند یعنی تمام مخالفان دولت افغانستان بود و حکومت افغانستان بودند ولی خود حکومت هیچ نماینده ای نداشت در مورد اینها بگو در این که مثلا آقای کرزی الان چه نقش داره آقای قانونی بقیه کسایی که بودند در اون نشست مسکو خب ببینید در افغانستان حالا با توجه به اینکه حضور این, این چهره مخالف دولت افغانستان و در از یک طرف چهرهای شناخته شده ایه. افغانستان در این در مسکو حضور داشتند چهل دست کم چهل چهره شناخته شده و با نفوذ در این نشست حضور داشتند برخی ها در افغانستان به این نظر هستند که نقش کلیدی که در این برگزاری در نشست مسکو داشته آقای کرزی بوده رئیس جمهوری قبلی افغانستان زمزمه هایی شنیده میشه که قرار است نشست دیگری هم برگزار شود با همین کیفیت و به مراتب بیشتر از بیشتر از این تعدادی که در نشست قبلی ماسکا حضور داشتند یعنی به مراتب بیشتر از چهل نفر این نشست قرار است در قطر برگزار شود در روزهای آینده حالا این کارهای مقدماتی اینو به نحوی به نظر میرسه که همین کسایی که در نشست قبلی بودن دارن انجام میتن تا نشستی که از آن تقریبا به عنوان نشست بین الافغانی یاد میشه برگزار بشه به نظر میرسد تمام احزابی که در افغانستان هستن نمایندگانی در نشست مسکو داشتن که از این نشست راضی به نظر میرسیدند یعنی در مدت چند روزی که با نمایندگان طالبان صحبت کردند خواستهای خودشان را مطرح کردند و خواستهایی که تقریبا در آن زمان چندان واقعی هم به نظر نمی رسید از جمله این که درخواستشان این بود که همین نشست مسکو طوری باشه که بعدش آتش پس اعلام شود دو طرف جنگ افغانستان بگن که دیگر جنگ نمیکنیم که همین اکنون هم این نج... این موضوع بعید به نظر می رسه. نگاه فعلی احزاب این است که دولت انتقالی که از دولت این داره اینه که دولت نباید روند صلح در قبضه خود و در دست خودش فقط بگیره و نگاه دیگر احزاب و دیگر طرف های سیاسی را مد نظر قرار نتن عموماً هم به این باور هستند که این گفتگوها در راستای این نیست که قانون اساسی افغانستان زیر پایش یا ارزش ها از دست بره گرچه که برخی از چهره هایی که در این نشست حضور داشتند قائل به این بودن که قانون اساسی افغانستان باید تغییراتی صورت بگیره هم. حالا باید ببینیم که در نشست مسکو بعدی چه موضوعاتی مطرح میشه که حالا زمزماش است که نشست به مراتب جدی از نشست قبل. قبلی بود به هر حال افغانستان مشکلاتش به غیر از مشکلات امنیتی و مثلا همین مذاکرات سول به هر حال یک کشوری هست با مثل بقیه کشورها مسائل اقتصادی داره مسائل اجتماعی داره اگه بخوای یه به ما بدی که مهمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته چه بوده کدوم هاست خب افغانستان و اقتصاد افغانستان سال 1397 فراز و نشیب های داشته از خود و حکومت افغانستان این سال سال پر دستاورد اعلام کرده با افتتاح پروژه های کوچک و بزرگش و همچنان ده ای سال بازار دهلیزهای های هوایی گرمتر بود با اروپا و کشورهای یک کشورهای دیگه مانند چین دهلیس های هوایی افغانستان ایجاد شد که صادرات و واردات از این طریق صورت خواهد گرفت در زمین حکومت افغانستان توانست راه لاجورد را افتتاح کنه که از طریق بندر تورغوندی در هرات و بندر آقینه در شمال کالاها و اجناس افغانستان به آبهای اروپا خواهد رسید به آبهای ترکیه که از اونجا به اروپا خواهد رسید و در ضمنش بر اولین بار حکومت افغانستان اعلام کرد که اینا توانستن که بودیجه 90 درصد بودیجه انکشافی خود به مصرف برسانه که نماینگر عظیمی باشه که اینا توانستن با سازی بیشتر داشته باشن یا در هر های مختلف یا ایجاد کاری که بیشتر بودیجه با سازی یا توسعی امی کارا را انجام میتن والي در پهلوی ان همکه حکومت میګا سازمانҳои بین‌المللی سازمان یا بانک جهاني اونا میګن که اقتصاد افغانستان آنچنانی که باید پیشرفت میکرد یا رشد میکرد نکړه هنوز هم اقتصاد افغانستان روز بر روز مثلا اونا در آخرین گزارشه کې رسیدا وښوده چې تولید ناخاله افغانستان کاهې یافته یا هم آید سرانه یا مزد سرانه یک فرد که تقریبا به 719 دلار می رسید حال به 648 یا 49 دلار رسیده که این کاهش نشان می ده و همچنان گفتن که گفته می شه که 13 میلیون نفوس در افغانستان هنوز مسئولیت غذایی ندارن یعنی به کلی به کافی برشان غزا نه میرسه یی یەک از نماینګاریا زیاس کې اقتصاد افغانان آنچنونه کې باید پیشرفت میکره آنچنونه چې بود زلزلہ شته بود ک کم شدنه سمې بودل بشړ دلیل خارجم... مهم. بیشتر امی نابسامانی های سیاسی و همچنان ناامنی در افغانستان گفته شده که سرمایه گذاری از افغانستان فرار میکنه و همچنان سرمایه گذاران نمیخواین اینجا سرمایه گذاری کنن و در ضمن بیکاری که سال گذشته هم به همی تعداد که بیکار هستن امسال هم به دو میلیون میرسن نزدیک به دو میلیون افراد در افغانستان بیکار هستن که حدود یک میلیون آنها کارگرایی هستند که مهارت کاری دارند ولی بیکار هستند این همه را وابسته می کنند به کشمکش های سیاسی در افغانستان امی انتخابات گذشته و آینده و همچنان نامنی ها در بسیاری از مناطق افغانستان که اقتصاد افغانستان رشد سعی نکنه و آنچنان که باید رشد کنه رشد نخواهد کرد این مسئله امنیتی به هر حال سال هاست که بر تمام مسائل دیگر افغانستان سایه افکنده یعنی شما نمیتونید راجع به هیچ چیزی در افغانستان صحبت کنید و مسئله امنیت روی اون سایه نداشته باشه الان در شرایطی که به حال انتخابات پیش رو انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مهمی هست و قرار هست که همونطور که گفتی چند ماه دیگه برگزار بشه چقدر اصلا راجع اون این مسائلی که الان مثلا زمزمه گفت صحبت میشه بیشتر به نظر میاد که همه درگیر مسئله صلح هستن تا اینکه بیان بگن که چه راهکارهایی دارن برای مثلا کم کردن فساد بزرگترین مشکلی که افغانستان سالهاست باش روبرو رو هست مسئله اقتصادی مسئله اجتماعی که یکی دو تا هم نیستن دخ همچنان صلح مهمترین مسئله و امنیت به صورت عموم و برخورد با طالبا مهمترین مسئله است که نامزدها هم بهش میپردازن چند نامزده که هجده نامزد است برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. ولی یک مسئله ساختار نظام سیاسی افغانستان مورد بحث است که بازم در ارتباط به تغییر قانون اساسی مطرح است مثلا آقای غنی تاکید میکنه که ما همچنان باید یک نظام متمرکز قدرتمند در دا کابل داشته باشیم آقای حنیف اتمر یک نامزد عمده دیگه است تاکید داره که اگه بتونیم یک مقدار غیر متمرکز بسازیم یعنی چه فدرالی مثلا نه الزامن فدرالی ولی چیزی که گفته ایجاد پست نخست وزیری آه. نخست وزیری اجرایی است و ایجاد یک معاونیت سوم دو قانون اساسی افغانستان یک معاونیت سوم که امو چهار قوم عمده افغانستان که پشتون بین اون رئیس جمهور تاجیک و ازبک و هزاره که به حال پوشش پیدا بکنه و با آقای دکتر عبدالله که او هم نامزد انتخابات مثل نمونه ای که مثلا در عراق هست که تقسیم بندی پست ها به این شکل به این شکل تقریبا ام ام و دکتر عبدالله هم تقریبا به مشکل میخواد که پست ریاست اجرایی حفظ شوه و ریاست اجرایی معاونیت داشته باشه این بحث های ساختار قدرت و که شخص ممکن است طالبه وارد ساختار قدرت قانون اساسی ساخته شوند اقتصاد افغانستان همچنان بحث تولید مواد مخدر یکی از دلایلی که امسال ظاهرا دلیل چی کم شده آید, آید سرانه کمتر شده ای بوده که تولید مواد مخدر یک مقدار کاهش پیدا کرده و او هم تاثیر داشته سر کاهش آید سرانه چون تقریبا نهادهای بین المللی تصمیم گرفتن که آید تریاک و قاچاقش حساب کنند دیگه چاره نیست مردم از زندگی درم. میکنن کسایی هستن درم. که سود میبرن ازش بحث اجتماعی بازمون اون بحث آزادی بیان است بحث آزادی زنا است بحث, بحث بیکاری جوان است که چگونه باید برخورد شود فعلا او هم در ارتباط با سال بحث مطرح است که خب اگر طالبا به پذیرند بلاخره وارد پروسه شوند این آزادی بیان آزادی رسانه ها حقوق زنا اینا بلاخره چی میشه؟ تمام تیمایی که در, در آیا هیچ نشانه ای داریم که در این جلسات پشت درهای بسته طالبان چقدر کوتاه آمدن؟ به هر حال طالبان طالبانی که ما میشناسیم در مثلا سال 2000 با الان چقدر تفاوت کردن؟ آیا حاضر هستن اونها بیان افغانستان یا افغانستان دیگه شده الان؟ آیا حاضر هستن با این جامعه افغانستان صلح بکنه؟ نزدیک این چیزی که به، که کی بحثش مطرح شد کنفرانس مسکو زایران بود چون در کنفرانس های که آقای خلیلزاد از خود آقای خلیزاد گفت که ما در این باره امرای طالبا صحبت نمیکنیم چون این مسئله است که باید, باید بین افغان ها بحث و صحبت کنیم ما در مورد رابطه آمریکا و طالبا صحبت میکنیم فوزی کوفی که یکی از دو نماینده زنا بود که در کنفرانس شرکت کرده بود او گفت که ما از پرسیدم که بر زنا چی نقش سیاسی شما قائل هستیم گفتن که ما کل چیز قبول داریم ولی نمیتونیم قبول کنیم که رهبر افغانستان یک زن باشه رئیس جمهور افغانستان ما اون رئیس جمهور قبول داریم مثلا گفتن نخست وزیر قبول داریم اگه باشن ولی نفر اول نمیتونیم تغییر زیادی چی از جالب از اول که طالبان که اجازه نمیدادن زن ها مثلا بخوان حتی درس بخوانن الان حاضرن تا معاون رئیس جمهور قبول کنن که زن باشه مثلا دقیقاً ولی بله خوب ولی بله مهم است که اینا کدوم طالبانن کدوم طالبانن چقدر عملی خود شد وقتی که بیاین مثلا اگه بله. باز قدرت بازشان باشه اجازه میتن یا نمیتن بسیار خوب ممنونم زیا شهریار علی حسینی و زمزمه نیازی متشکرم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردیم و ممنونم از شما سال خوبی براتون آرزو میکنم شب روزتون خوش